بسم الله الرحمن الرحیم. گلاب جان یک قصه برات بگم میخوام. یک قصه ای است، مگه یک بچه بود، یک بچه جوان نام سنای خودت. میگی یک روز امی آیات قرآن است، پیش از این قصه را برات بگم. آیات قرآن است، میگه با مادر پدرت الله امر میکنه، میگه وخفض لهما جناح الذل من الرحمه. جناح الذل من الرحمه چی مانه؟ یعنی الله متعال میگه که امی بالای جناح بالا، میگه به مادر و پدرتان مثل که امی مرغا را دیده باشید، تا مرغ وقتی که جنگ میکنه، این تا مرغ وقتی که جنگ میکنه، باز امی مرغ که مغلوب میشه، ذلیل میشه، باز هم تو بالاش کشالک میباشه، دیگه هم تو تسلیم میشه، یعنی برای مرغ دیگه میفهمانه که من دیگه چی هستم، خلاص هستم، دیگه تسلیم هستم. الله میگه شما بالهای ذلت بغیر ساکنن با انسان باید خود ذلیل در مقابل الله بسازه، لکن در مقابل والدینتان هم میگن از خود ذلیل بسازن، لکن لیس من العباده، از عبادت نه، وخفض لهما جناح الذل من الرحمه، یعنی از رحمت و مهربانی باید به مادر و پدر بسیار امی بالهای تو چی کنی، مثل که امو پرنده بالهای خود تو در زمین به خاطر تسلیمی میپرته، تو هم باید امی قسم به مادر و پدر بسیار خود ذلیل بسازی، یعنی احترام از اونا رو بکنی و باید بر از اونا مثلا بسیار مهربان باشی. یک قصه هست، میگه یک بچه جوان بوده در یک جای، از مادر خود یک خنقاق هم میخواید، این سر یک خنقاق کت مادرش چی میشه؟ کت مادرش سر یک خنقاق جنجال میکنه که سعی وضو نکدی و سعی ایره چی نکدی، سعی ایره کار نکدی، و مادرش بسیار جیگر خون میشه. بالاخره دروازه خانه را میزنه و متاسف خراب، مادر جیگر خون میره طرف پانتون. وقتی که در پر طرف پانتون میره برای درس خواندن، به اونجا که در راه در فکرش میگرده که این مادر و پدر چقدر چی داره، سر ما حق داره، لکن ما بدبخت، عوض از این که خدا برزی مثلا احترام میکنم، مادر ما خفه ساختم. حتی وقتی در پانتون میرسه میگه خب اگر ما تا که درسم خلاص میشه نشه کدام حادثه شد و مادرم فوت کنه، ما پیش از که مادرم از من راضی شوه، مادرم با مره، یا ما دستن سرم کدام گپ شوه، دیگه پیش از تو کنم که مادرم پس راضی بسازم، حال تا که درس خودم ایلا دارم میتونه. خب بالاخره میگه من باید یک کار بکنم، بالاخره موبایل خودم میگیره و در موبایل خود میبینه که دیگه راه نیست، برای مادر خود دیگه زنگ میزنه و برش میگه که زنگ هم نمیزنن، مسیج روان میکنه که مادر جان اگر امروز من از پانتون آمدم، برای من اجازه بدی، من میخواییم که پای تو را بوسه بکنم و میخواییم که یک بوسه روی پای تو را بکنم و یک بوسه دیگه هم پشت پای تو را بکنم و ببینیم که آیا پشت پای تو بسیار نرم است یا کف پای تو. من از اردوش میخواییم بوسه بکنم. مادرش برش پس مسیج روان میکنه، میگه بچه این تجربه را من زمانی کردم که تو تفلک خرد بودی، در بین امی قنداق بودی و خورترک بودی و من تو را تربیه میکردم، وقت من روی پایتان بوسه کردم و کف پایتان بوسه کردم و من میفهمم که کدامش زیاد چی است، کدامش نرم است و کدامش سختتر است. بچه بسیار متاثر میشه و میبینه که این مادر مهربان من چقدر مهربان است که چندین سال پیش حتی پاهای مرا بوسه کردن. پس به خانه میه و از چشمایش عشق جریان پیدا جاری میشه و به خاطر از اینکه مادر خدا و ما تو حالت میبینه و پس دوباره در آغوش مادرش میره و مادرش همیره در آغوش خود میگه و انسان مسلمان وقتی که مادر پیشش است باید همین امر الله را سر خود تطبیق بکنه که وخفض لهما جناح الذل من الرحمه، شما بالهای رحمت برای مادرتان چی کنین؟ برای مادرتان بالای رحمت شما هموار بکنین و بالوالدین احسانا، و مادر پدرتان احسان بکنین، احسان به زبان، احسان به الفاظ، احسان با کمک، مثلا برش جیبت بود برش مصرف بدی، پول بدی، احسان انسان مسلمان باید به مادر پدر خود و بالوالدین
احسن. الله متعال بر موش متوفی بده که الله مادر خود بسیار احسان میکنید که حتی وقت وفات هم میکنه بر شما دعا بکنید و وقت هر وقت نماز خود رو یاد داشته باشید. هم بر خود دعا بکنید هم بر از رو